بسیار نموده کارخانه های پرنده پروری اینچنین کارخانه های چارو دارجو با محصولات پرصفت تامین نماییم. ما ساکنان محلی از این اقدام های حکومت جمهوری تاجیکستان خصوصا از اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان که برای ما چنین کارخانه ها را با شرایط های خوبی کاری موردی استفاده قرار می دهند خیلی خرسندیم. شاد از آنیم که ما در وطنی خود در نزدی پدر و مادر و آیله صاحب جای کاری گشته کار میکنیم و سختی زندگی همان را بلند میبرداریم. خوراک آمیخته اساسا با کارخانه و جمعیت های چارواداری و پرنده پروری ولایت سوخت و دیگر منطقه های جمهوری به فروش برآورده می شود. ارزش محصولات استحصالی خودی نسبت به محصولات از بیرون وارد شونده ارزان است. در اساس معلومات پیشنهاد شده ذخیره های اشیاء خام برای دوره های معین موجودند و اقتدار ذخیروی 8000 تن اشیاء خام می باشد. صاحب کاران در آینده نقشه دارند با بنیاد باز 6 چنین انشاءات ذخیروی هر کدام با اقتدار 500 تنگی حجم ذخیره اشیاء خام را زیاد نموده اقتدار استحصال کارخانه را باز هم افزون نمایند. اطلاع داده شد که در ناحیه جبار رسولوف این نخستین کارخانه استحصال خوراک چارو است. در همین جا همچنین دیگر نمود محصولات استحصال کارخانه معرفی کرده شد. کارخانه سامان کشاورز به غیر از استحصال خوراک چارو و پرنده همچنین سال دوم است که در شهر دوشنبه کارگاه استحصال ماکارون را به استفاده داده است. در آن 25 نمود ماکارون با نام ارزنده و گرین فود استحصال می‌گردد. حجم استحصال کارگاه در یک ماه 500 تن و در یک سال 6000 تن بوده، در آن 90 نفر فعالیت می‌کنند. محصولات کارگاه به بازار داخل پیشنهاد می‌گردد. زیرتوبی سامون کشاورز در شهر دوشنبه شرکت مودوس اوسی تشکیل کرده شده است که نامش جدم گرین فودز با برند ارزنده می باشد. در آنجا 90 کس جای کاری ما تشکیل کرده شده ای که در آن محصولات های ماکارونی از 25 نمود و نان استحصال میکنیم در شهر دوشنبه و همه این محصولات هایی که در شهر دوشنبه نوحی سینا استحصال میکنیم و همه جمهوری تاجیکستان دسترس میشود. حجم استحصالی ماکارونی 6000 تن در یک سال میباشد. ما تصمیم گرفتیم در سالهای رشد صنعت ماکارونی پاسته بیاریم، چون که این ماکارون ها به تاجیکستان وارد کرده میشود. اگر ما در تاجیکستان همین زاود را تشکیل کنیم، اگر این برای هم برای اقتصاد تاجیکستان هم برای صنعت بهبودی میشه، هم جای کاری میشه. در دایره سفر کاری در ولایت سوخت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهات گلخانه ناحیه جبار رسولوف کارگاه استحصال مسئله ساختمانی جمعیت دارای مسئولیت مدود خشت الوصفات را که فعالیتش طریق خطهای معاصر تکنولوژی به راه مانده شده است به استفاده سپاریدند. 15 اپریل اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری در ولایت سوخت در دهات گلخانه ناحیه جبار رسولوف کارگاه استحصال مسئله ساختمانی جمعیت دارای مسئولیت محدود خشت الوصفات را که فعالیتش طریق خطهای معاصر تکنولوژی به راه مانده شده است به استفاده سپاریدند. کارهای ساختمانی سال 2019 آغاز گشته، انشاءات از جانب متخصصان وطنی بنیاد کرده شد. میدان عمومی زمین کارخانه 1.784 گکتار را در بر گرفته، مساحت زیر ساختمان 6811 متر مربع را تشکیل می دهد. کارخانه خشتبراری از جانب صاحبکار محلی دیرکتور جمعیت دارای مسئولیت محدود خشت الوصفات نومان رازیخوف بنیاد کرده شده است. استحصال خشت دو مرحله را در بر گرفته، طبق نقشه در یک سال کارخانه دارای اقتدار استحصال 5 میلیون دانه خشت پخته می باشد. برای با صفت و با طلبات زمان استحصال نمودن محصولات، تکنیکا و تجهیزات معاصر که به معیار و استانداردهای جهانی جوابگو می باشد، از جمهوری مردمی چین دسترس کرده شده است. ما خاک را گرفته یک بار نمونه کرده استاده با انبار می پرتویم، بعد از انبار گرفته استاده خاک را به خط تکنولوژی نو می پرتویم، از آنجا گرفته خاک را به غشت تبدیل داده استاده، بعد با واسطه روبچه ها آن را به درون تفتون گذاشته از تفتون می براریم. همین تکنیک های نو با ما امکان می دهد که ما غشت الوصفات برآورده استاده حرکت میکنیم که محصولات ما با دیگر محصولات هایی که استحصال می شود رقابت پذیر گردد. اطلاع داده شد که با تاسیس کارگاه استحصال مسئله ساختمانی خشت الوصفات برای 40 نفر ساکن محلی جای کار دائمی فراهم آورده شد.
Мавриди Зикраски дар ноҳияи Ҷабор Расулов бо ифтитиҳои иншооти навбуньёд шумораи корхонаҳои замонавӣ, ки самти фаъолияташонро истеҳсоли хишти пухта ташкил медиҳад, ба 11 адад расид. Дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон 134 корхонаи хиштбарорӣ буда, аз ин дар шаҳри Душанбе 6, вилояти Хатлон 16, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 1, вилояти Суғд 53 ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ 58 корхона фаъолият дорад. Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар соли 2021 178 миллион дона ва дар моҳҳои январ-феврали соли 2022 4.5 миллион дона хишти пухтаро ташкил медиҳад. Имрӯз соҳибкорони ҷумҳурӣ соҳибистиқлоламон тамоми имкониятҳоро доранд, ки нерӯи худро бо таъхими рушди ҳама самтҳои соҳаҳои хоҷагии халқ истифода баранд. Албатта, ин ҳама бо шарофати сулҳу оромии кишварамон, стратегияи давлат, дар сиёсати иҷтимоӣ ва албатта сиёсати хирамандона ва дурандишонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. Корхонаи истеҳсолоти ғишти пухта, ки мо сохтаем, аз ҷиҳати технологӣ бо таҷҳизоти муосир ва пешқадам ҷиҳозонида шуда, бо тамоми талабот истеҳсоли маҳсулоти бинокорӣ ҷавобгӯ мебошад. Маҳз ба шарофати фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, таҷҳизоти пиворишавандаи технологӣ аз хориҷи кишвар аз расмиёти гумрукӣ озод карда шуд. Ин ба мо имконият дод, ки истеҳсоли маҳсулотро ба роҳ монем, нақшаи қонӣ гардонидани эҳтиёҷоти вилояти Суғдро ба маҳсулоти хушсифати бинокорӣ равона кунем. Дар оянда нақша дорем, ки истеҳсоли маҳсулот шумораи ҷойҳои кориро зиёд карда, ҳиссагузории тарахиёти истеҳсолии Ҷумҳурии Тоҷикистон шавем. Ба сарвари давлат барои дастгирии соҳибкорон ва фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати рушди бахши хусусӣ изҳори сипос менамоям. Бояд гуфт, ки дар замони соҳибистиқлолӣ таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳамешагии давлат ва ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди бахши хусусӣ ва таъсиси коргоҳу корхонаҳои муосири замонавӣ замина гузошта, бо ин васила дар баробари рушди иқтисоди миллӣ ҳамзамон ҳазорҳо нафар сокинони ҷумҳурӣ дар соҳаи истеҳсолот бо ҷои кори доимӣ таъмин гаштанд. Зимни ифтитиҳои коргоҳи истеҳсоли масолеҳи сохтмонии хишти алосифат, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ташаббуси ободкоронаи соҳибкори ватанӣ номон Розиқов баҳои арзанда дода зикр сохтанд, ки баҳри рақобатпазир гаштани маҳсулоти истеҳсолӣ, таъмини талаботи сокинон бо хишти пухта ва фаъолияти мунтазами коргоҳи истеҳсолӣ таваҷҷӯҳ ва меҳнати содиқона замина мегузорад.